زندگی. زندگی فقط زنده بودن نیست. تغییر مدام. چی؟ زندگی؟ چی؟ زندگی؟ آره، زندگی. چی؟ زندگی؟ آره. همون دیگه، تغییر مدام. لحظه، لحظه. خب یه لحظه میتونه یه دنیا، یه زندگی باشه. نه. خاص. ناب؟ ناب دیگه. او ناب. آن لحظه های ناب. اون لحظه قشنگه که همه چیز زیر و رو میکنه. باید ببینیش. باید دست دراز کنی بچینیش. بوش کنی. مثل یه گل. بچشیش. مثل عسل. قطره قطره غلیظ و لذیذ بچکه روی زبان. لحظه ناب لحظه یه که با یه آدم دیگه یگانه میشی. خاص میشید برای هم. لحظه های ناب مهارت های ساده و کوچیکیه که به ما یاد میده چطور دوست داشته باشیم. چطور دوست داشته باشیم؟ دوستی هامونو عمیق کنیم. دوستی هامونو عمیق کنیم. اعتماد کنیم به هم. اول بشه برام. اول بشیم براش. همین دیگه. ببینید ما رو. ببینید ما رو. خودتونیم. خودتونیم. آشناییم. هر کس میتونه یه قسمت از خودش رو تو ما پیدا کنه. ببینید ما رو. ببینید ما رو. ببینید ما رو. ما لحظه های ناب زندگی شما هستیم. ما لحظه های ناب زندگی شما هستیم. همین دیگه. ببینید ما رو. با عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، به فصل دوم برنامه های لحظه های ناب خوش آمدین. این برنامه توسط خانم دکتر نسترن ادیبراد به شما تقدیم میشه. دوستان عزیزی که فصل اول این برنامه ها رو با ما دنبال کردین، اطلاع دارین که این برنامه ها در واقع شروعش با این بود که چگونه انتخاب کنیم قبل از ازدواج، شرایط در واقع انتخاب های صحیح قبل از ازدواج چی هست، که خانم دکتر ادیبراد همه رو به صورت کامل برای شما که چگونه میتونین انتخاب صحیح داشته باشین براتون توضیح کامل دادن و بنا رو در این برنامه، در این فصل دوم برنامه های لحظه های ناب گذاشتن برای اینکه ازدواج کردین و حالا میخواین شرایط سالم یک انتخاب زندگی سالم رو داشته باشین. انتخاب ها بر چه اساسی خواهد بود در یک زندگی سالم؟ داشتن این زندگی بر اساس این خواهد بود که شما این سری برنامه ها رو دنبال کنین و ببینین که ایشون چه توصیه هایی به شما خواهند داشت. برنامه این هفته رو گذاشتن بر اساس اینکه تاب و طاقت شما، در واقع میزان سنجش طاقت شما رو بررسی خواهند کرد، طاقت افراد رو و مقایسه این رو که ما بسیاری اوقات از هم سوال میکنیم که چجوری بعضی افراد طاقت میارن در مقابل مشکلات، طاقت میارن بعضی افراد طاقت نمیارن و میشکنن. این سوالی خواهد بود که ایشون امروز به شما پاسخ خواهند داد و دلیلش رو برای شما باز خواهند کرد. اجازه بدین خدمتشون عرض ادب داشته باشیم و ببینیم که توضیحات و در واقع فلسفه امروز ایشون چه خواهد بود. عرض ادب و احترام داریم خدمت خانم دکتر ادیبراد، بسیار خوش آمدیم به برنامه خود. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاراتون و همه عزیزانی که بیننده و شنونده ما هستن و موضوعی رو که مطرح کردین و امروز قراره که در موردش صحبت بکنیم، همونطور که خودتون هم گفتین مسئله طاقت آوری، تاب آوری یا قدرت تحمل اعضای خانواده هست. این موضوع شاید همیشه برای شما سوال بوده که چی میشه که بعضی از افراد در مقابل مشکلات، هر چقدر مشکلات سخت باشه، تحمل دارن و از اون مشکلات بیرون میان، حتی توانمندتر میشن و تجربیاتشون رو میتونن برای پیشبرد اهدافشون استفاده بکنن و بعضی های دیگه با برخورد با کوچکترین مشکل در هم میشکنن، سلامتیشون رو از دست میدن و زندگیشون به نوعی فلج میشه. شاید دوروبر خودتون دیدین یا بارها دیدین که بعضی از درختان در طوفان خم میشن، برف روشون، برف سنگین روشون میاد، شاخه هاشون خم میشه، ولی دوباره این شاخه ها برمیگرده به حالت اول و بهار دوباره جوانه میزنه، شکوفه میده و بعضی ها حتی میوه میده و بعضی دیگه به محض بروز کوچکترین طوفانی یا برفی ممکنه که شاخه ها در هم بشکنه. تفاوت بین این دو در میزان طاقت و تحمل فشار و سختی هایی هستش که حالا اون درخت میتونه داشته باشه یا اون درختان میتونن داشته باشن یا انسان هایی که با این مشکلات روبرو میشن. روانشناسی امروز که روانشناسی رویکرد مثبتگرا که غالب بر روانشناسی امروز هست، پدیده جدیدی رو مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که به جای اینکه ما دنبال نقاط ضعف و دنبال جنبه های منفی و بیمارگونه در افراد بگردیم، لازمه که به دنبال منابع و نکاتی بگردیم که میتونه به انسان توانایی روبرو با مشکلات رو بده و به دنبال این هست که به جای اینکه ما تمام شرایط رو کنترل بکنیم که انسان
بیمار نشه، ضمن اینکه خب سعی میکنیم بهترین شرایط رو برای رشد انسان ها فراهم بکنیم، ولی با توجه به اینکه حذف تمام موارد آسیبزا تقریبا غیر ممکنه و بسیاری از موارد غیر قابل پیش بینی هست، بنابراین این روانشناسان به این نتیجه رسیدن که ما باید شرایطی رو فراهم بکنیم که انسان ها توانمندتر، انعطاف پذیرتر و به نوعی تاب آورتر بشن تا بتونن با شرایط متفاوت و سخت آینده روبرو شده و از اون مسائل در واقع سربلند بیان بیرون و توانمندتر بتونن راه رشد خودشون رو طی بکنن. کلمه تاب آوری یا رزیلینسی یا رزیلینس یک کلمه هستش که از فیزیک گرفته شده و به معنی خاصیت کشسانی و یا جهش به حالت اول هست. این کلمه وارد بحث روانشناسی شده که توصیف بکنه که افرادی که دچار مشکلات میشن ممکنه که در زیر مشکلات مقداری خم بشن ولی هرگز نمیشکنن. وقتی که ما میگیم که انسانها رو میخواهیم کمکشون کنیم که تاباور بار بیان و یا طاقتشون بالا بره، به معنی این نیست که اونها رو کنترل میکنیم و یا شرایط رو نمیذاریم که اونها اصلا با مسائل و مصیبت ها برخورد بکنن، چون در واقع این یه چیز غیر ممکنیه. یک خانواده سالم، همونطور که قبلا هم در مورد خانواده سالم صحبت کردیم، خانواده هستن که شرایطی رو فراهم میکنن که فرزندانشون در اون شرایط بتونن توانمند و قدرتمند بار بیان. حالا ما برای اینکه متوجه بشیم که آیا انسانی تاب آور و یا توانمند هست و یا قدرت انعطاف داره، لازمه که این ویژگی ها رو در اون انسان ها بشناسیم و بعد در موردش صحبت میکنیم که چگونه میتونیم این ویژگی ها رو در افراد به وجود بیاریم، در فرزندانمون و یا حتی در خودمون. افرادی که قدرت انعطاف پذیری دارن یا تاب آور هستن، افرادی آگاه و هوشیارن. وقتی که در مورد آگاهی و هوشیاری صحبت میکنیم، منظورمون آگاهی نسبت به خود و آگاهی نسبت به محیط و دیگران هست. آگاهی نسبت به خود یعنی من به عنوان یک انسان از توانایی های خودم آگاهی دارم، از نقاطی که ممکنه که توانمند درش نباشم یا نقطه های ضعف خودم اطلاع دارم، خودم رو میشناسم، استعدادهام رو میشناسم، احساساتم رو میشناسم، احساساتم رو به رسمیت میشناسم و قادر هستم که اون احساسات رو مدیریت بکنم. آگاهی نسبت به دیگران این هستش که من با کسایی که زندگی میکنم اونها رو میشناسم، احساساتشون، نیازهاشون، باورهاشون رو میشناسم و این باعث میشه که بتونم باهاشون تعامل صحیحی داشته باشم. آگاهی نسبت به محیط یعنی منابعی که در محیط هست رو میشناسم، قابلیت هایی که وجود داره و حتی اون قابلیت هایی که ممکنه وجود نداشته باشه رو میشناسم و با توجه به اون قابلیت ها، توانایی های خودم و توانایی های دیگران که در کنار من هستن، در جهت اهدافم قدم برمیدارم. افرادی که تاب آور هستن کسانی هستن که میپذیرن که موانع جزء لاینفک و جزء جدایی ناپذیر از زندگی هستن. افرادی که تاب آور بار اومدن افرادی هستن که در زندگی محرومیت رو ممکنه قبلا تجربه کرده باشن. البته این معنی این نیست که پدر و مادر بچه هاشون رو توی سختی و شرایط بسیار دشوار قرار بدن، بلکه به این معنا هستش که گاهی اوقات بچه ها نیاز دارن که در واقع ناکامی رو به سطح منطقی تجربه بکنن. معنیش این هستش که قرار نیست که همه نیازهای بچه ها فلفور و آنی برآورده بشه. بعضی از نیازها که نیازهای غیر ضروری و غیر حیاتی هست، گاهی وقتا لازمه که برآورده نشه. مثلا یه بچه 6 ساله یا 7 ساله که ممکنه که موبایل بخواد، لازمه که پدر و مادر بهش بگن که ما نمیتونیم برای تو این وسیله رو بخریم. یا بچه‌ای که 4 تا کفش داره، کفش پنجم رو میخواد، ما حتما میتونیم بهش بگیم که تو نیازی به این کفش نداری، اگرچه خیلی هم بچه ممکنه که ناراحت بشه، ولی لازمه که این محرومیت رو تجربه بکنه برای اینکه در آینده در زندگی با موانعی برخورد خواهد کرد که این موانع جزء طبیعی زندگی اون هست و باید بتونه تحمل بکنه اون نداشتن اون چیزایی رو که دلش میخواد. یا اینکه با مشروط کردن بعضی از خواسته ها، برآورده کردن بعضی از نیاز ها، ما میتونیم سطح تحمل بچه ها رو بالا ببریم. به این صورت که بعضی از خواسته های بچه ها که بازم خواسته های حیاتی نیست رو میتونیم مشروط به انجام یک کاری بکنیم. خواسته های حیاتی مثل آب و غذا و مسائل آموزشی، چیزهایی که اگر بچه‌ها دریافت نکنن صدمه می‌خورن به لحاظ رشدی و به لحاظ سلامتی، اونها بدون قید و شرط و محبت، اونها بدون قید و شرط باید ارائه بشه. ولی خواسته‌های دیگه میتونه مشروط باشه، به این صورت که بچه‌ها اگر که خواستن به این خواسته‌های مثلا رسیدن به بستنی، به شیرینی یا دیدن برنامه یا رفتن بیرون، باید حتما یک کاری رو انجام بدن که به اون خواستهشون برسن.
این باعث میشه که بچه‌ها این توانمندی رو در خودشون پیدا میکنن که برای رسیدن به خواسته هاشون باید تلاش بکنن و این میتونه مغز اونها رو جوری برنامه‌ریزی بکنه که در آینده متوجه بشن که رسیدن به خواسته ها آسون نیست و باید براش تلاش بکنن. افراد تاب آور یا افراد مقاوم یا انعطاف پذیر افرادی هستن که منبع کنترلشون در درون خودشونه. معنیش این هستش که این افراد برای مدیریت هیجان‌هاشون و برای مسائلی که براشون پیش میاد دائم دیگران و یا شرایط رو محکوم نمی‌کنن. چون هوا اینجوری بود، چون فلانی فلان حرفو زد، چون من در چنان شرایط بودم فلان کارو کردم، اونها این حرفو نمیزنن. اونها معتقد هستن که مسئول احساسات، تصمیم گیری ها و شرایطی که براشون پیش اومده خودشون هستن و اونها هستن که تصمیم میگیرن که چه احساسی، چه رفتاری و یا چه تصمیمی رو در چه شرایطی بگیرن. بنابراین میتونن زندگی خودشون رو مدیریت بکنن. افرادی که تاب آور هستن و افرادی که مقاوم و انعطاف پذیر هستن از مهارت‌های حل مسئله برخوردارن. بحث برآورده نشدن نیازهای بچه‌ها، اونم نیازهای غیر ضروری، شرایطی رو فراهم می‌کنه که بچه‌ها برای رسیدن به خواسته‌هاشون دست به خلاقیت بزنن. گاهی وقتا لازمه که ما بچه‌ها رو تشویق بکنیم که راه‌های مختلفی رو امتحان بکنن تا بتونن به هدفی که دلشون می‌خواد برسن. اگر بچه‌های ما یاد گرفته باشن که تنها راه رسیدن به هدف کوتاه‌ترین راه و ساده‌ترین راه هست، هرگز در زمانی که وارد زندگی بزرگسالی میشن قادر نیستن که خلاقیت به خرج بدن و راه‌های مختلف رو آزمایش بکنن و مسائل خودشون رو به گونه‌های مختلف حل بکنن. افرادی که تاب آور هستن افرادی هستن که روابط اجتماعی گسترده و محکمی دارن. این افراد قادر هستن که با دیگران ارتباط برقرار کنن، قادرن خوب گوش بدن، قادرن حرفشون رو بزنن، ابراز وجود بکنن، نظراتشون رو مطرح بکنن، قادر هستن با دیگران همدلی بکنن، قادر هستن که نیازهای دیگران رو بشناسن. البته باز معنی این نیست که مسئول ارضای همه نیازهای دیگران باشن، ولی معنیش این هستش که میتونن در واقع با مراعات حال دیگران در شرایطی که هم نیازهای خودشون رو در نظر میگیرن هم نیازها و احساسات دیگران رو با اونها ارتباط برقرار کنن. این افراد شبکه اجتماعی قوی دارن و در شرایط سختی قرار میگیرن میتونن از این منابع اجتماعی قوی استفاده بکنن. افرادی که تاب‌آور هستن افرادی هستن که خودشون رو قربانی فرض نمی‌کنن. بعضی افراد با گرفتن نقش قربانی سعی می‌کنن مسئولیت همه مشکلاتشون رو به گردن دیگران بندازن و به این ترتیب دائم از دیگران کمک می‌خوان و دائم در حالتی هستن که توانایی‌های خودشون رو نادیده می‌گیرن. افرادی که تاب‌آور و مقاوم هستن خودشون رو مسئول سرنوشت خودشون می‌دونن و برای حل مسائلشون روی خودشون حساب می‌کنن. این افراد قادر هستن که در شرایطی که لازم هست از دیگران کمک بگیرن، از منابع بیرونی، از دوستان، از روانشناسان، از کتاب و از منابعی که در محیطشون هست میتونن کمک بگیرن برای حل مسائلشون. این افراد احساس ارزشمندی دارن، قدر خودشون رو میدونن، توانایی های خودشون رو میشناسن و میدونن در چه زمینه های نیاز به رشد و پیشرفت دارن. خب حالا ما برای اینکه بتونیم افراد توانمندی رو و افراد تاب آوری رو پرورش بدیم چه کار باید بکنیم؟ من به پدر و مادرها به خصوص توصیه میکنم که این شرایط رو در خانواده ایجاد بکنن که بچه های مقاومی رو بار بیارن که در سن نوجوانی مجبور نباشن دائم بچه ها رو کنترل بکنن یا بترسن سر این که بچه من اگر رفت بیرون چه اتفاقی براش میفته یا اگر من کنترلش نکنم یا اگر از من دور بشه ممکنه که چه اتفاقی براش بیفته. پژوهش ها نشون میده که عزت نفس نقش بسیار مهمی در افزایش تاب‌آوری و قدرت مقاومت افراد داره. خانواده لازمه که شرایطی رو فراهم بکنه که سطح عزت نفس و احساس ارزشمندی اعضای خانواده و بچه‌ها رو بالا ببره. عزت نفس مثل یک رادار درونی به بچه‌های ما کمک می‌کنه که در شرایط مختلف بتونن احساساتشون رو مدیریت بکنن، خوب و بد رو تشخیص بدن و بهترین انتخاب و تصمیم‌گیری رو داشته باشن. یکی از چیزایی که کمک میکنه که تاب‌آوری در بچه های ما افزایش پیدا بکنه داشتن هدف و معنا در زندگی هست. اگر پدر و مادر افرادی باشن که خودشون زندگی هدفمندی داشته باشن و زندگیشون معنادار باشه، بچه هاشون هم یاد میگیرن که برای زندگی خودشون هدف انتخاب کنن و به زندگیشون معنا ببخشن.
داشتن معنا به ما کمک میکنه. ویکتور فرانکل روانشناس معروف که اصلا معنا درمانی رو ابداع کرد، معتقده که وقتی که زندگی معنا داشته باشه حتی رنج ها هم معنا خواهد داشت. بنابراین رنج ها و سختی ها در سایه معنای زندگی میتونه قابل تحمل باشه و میتونه اون زجری که دیگران میکشن به فرد نده. یعنی این رنج با معنا خودش میتونه حتی گاهی وقتا برای فرد پذیرفتنی و قابل قبول باشه. اگر میخواییم بچه های تاباوری رو بار بیاریم، لازمه که به اونها یاد بدیم که ارتباطاتشون رو با دیگران گسترش بدن. همینجا توصیه میکنم وقتی که میرین مهمونی، به جای اینکه یکی آیپد یا آیفون دست بچه ها بدین که هر کدوم یه گوشه بشینن سرشون تو کار خودشون باشه، آیفون و آیپد و تلویزیون و همه رو خاموش بکنیم و بگیم بچه ها بیاین هممون با همدیگه حرف بزنیم، بیاین با همدیگه بازی بکنیم و شرایطی رو فراهم بکنیم که با همدیگه ارتباط برقرار بکنن. وسایل ارتباط جمعی اخیراً مثل در واقع همین دیوایسایی که مطرح کردم باعث شده که انسان‌ها تو لاک خودشون برن، ارتباطات اجتماعی رو فراموش بکنن و این باعث میشه که یکی از مهمترین منابعی که میتونه در آینده کمکشون بکنه که تا باور و مقاوم بار بیان رو نداشته باشن. پس کمکشون بکنین که ارتباطات اجتماعی خودشون رو گسترش بدن. به بچه‌هامون بیاموزیم که نسبت به تغییرات انعطاف پذیر باشن. بهشون یاد بدیم که در زندگی سختی وجود داره، کمبود وجود داره، گاهی وقتا قراره که خواسته های ما برآورده نشه و لازمه که ما بپذیریم که همیشه دنیا بر وفق مراد ما نخواهد بود. در این صورت اگر در آینده با چنین شرایطی روبرو بشن شکننده نخواهند بود. بایستی که مراقب تغذیه و سلامتی خودمون و بچه هامون باشیم. با زندگی امروز ایجاب میکنه که پدر و مادرها ممکنه هر دو شاغل باشن، دائم غذا رو از بیرون فراهم بکنن، غذاهایی که سالم نیست، غذاهایی که خیلی سریع تهیه میشه مثل ساندویچ ها و چیزایی که ممکنه که منابع غذایی کافی نداشته باشه به بچه ها برسه. باز توصیه میکنم اگر بچه های سالم و قدرتمندی میخوایم، اولین شرطش اینه که از لحاظ جسمی این بچه ها سالم و توانمند باشن، ورزش بکنن، تکنیک های آرامش رو به بچه هامون یاد بدیم. خیلی از مهارت های آموزش آرام بخشی ریلکسیشن برای کودکان و نوجوانان وجود داره که شما میتونید دست جمعی ورزش بکنید، این مهارت ها رو یاد بگیرید و به بچه هامون یاد بدیم که در شرایطی که دچار استراب یا نگرانی میشن بتونن خودشون رو آروم بکنن. به بچه هامون یاد بدیم و خودمون هم این کار رو بکنیم که برای مقابله با مشکلات از روش های سالم استفاده بکنیم. خیلی از اوقات ما می‌بینیم پدر و مادرها زمانی که با مشکلی برمی‌خورن با سیگار کشیدن، با فریاد زدن و یا پناه بردن به مشروب و الکل ممکنه که خودشون رو آروم بکنن. این در واقع نوعی مقابله با مشکل هست، ولی مقابله ناسالم. به بچه‌هامون یاد بدیم که زمانی که با مشکلات روبرو میشن اول سعی کنن مسائل رو بشناسن، مسائل رو درک بکنن و بعد به دنبال راه یافتن راه حل‌های خلاقانه در برخورد با مشکلات باشن و اگر مشکلی واقعا غیر قابل حل هست سعی کنن اون رو بپذیرن و با وجود همون مسئله از زندگیشون و از جنبه‌های دیگه زندگیشون لذت ببرن. خوشبینی رو ما میتونیم به خودمون و به دیگران آموزش بدیم. سلیگمن روانشناسی هستش که میگه خوشبینی آموختنیه. پس ما میتونیم با نگاه مثبت و نگاه در واقع خوشبینانه به زندگی به داشته هامون و قدرشناسی از داشته هامون بیفزاییم و به این ترتیب به خودمون کمک بکنیم که حتی در سخت‌ترین مشکل شرایط یک جنبه های خوبی توی زندگیمون پیدا بکنیم. یه روانشناسی مطرح میکنه که شما حتی در سخت‌ترین شرایط میتونید 3 چیز مثبت تو اون شرایط سخت پیدا بکنین که از اون 3 چیز مثبت بهترین استفاده رو ببرین. این باعث میشه که ما وقتی که تو شرایط سخت قرار میگیریم به جای اینکه فقط به نداشته های اون شرایط فکر بکنیم، به اون قابلیت ها و پتانسیل هایی که توی اون شرایط میتونه به ما کمک کنه فکر بکنیم. دیگه دلبستگی های مثبت ایجاد بکنیم، سعی کنیم که ارتباط سالم، دلبستگی مثبت و امن ایجاد بکنیم که در شرایطی که نیاز به کمک داریم و بچه‌هامون نیاز به کمک دارن اینها بتونه به ما کمک بکنه و در نهایت اینه که معنویت رو در خودمون تقویت بکنیم. بحث معنویت با بحث مذهب 2 تا بحث جداست. گاهی وقتا معنویت با مذهب میتونه همراه باشه، گاهی وقتا میتونه مذهب بدون معنویت باشه و گاهی وقتا معنویت بدون مذهب. به هر حال اون معنویت هست که به رشد ما کمک میکنه و سطح توانمندی و قدرت تحمل ما رو بالا میبره. دعا
داشتن معنویت باعث میشه که در شرایط سخت ما احساس بکنیم که تنها نیستیم و یک نیروی برتر و یک هوش برتری هست که همیشه در کنار ما هست. با اتکای به اون میتونیم احساس امنیت بکنیم و احساس قوت قلب که این توانایی ما رو در برخورد با مسائل بالا میبره. بله خانم دکتر نریبراد، من اگه بخوام واقعا در مورد شما یه جمله بگم باید بگم ما قشنگ تشنه و سیراب هم نمیشیم، همینطور دوست دارم فقط ادامه بدیم. واقعا تشنگانی که من امیدوارم دوستان بسیار بتونن لذت ببرن و استفاده کنن از مطالبی که ایشون میگن و تأثیری که میتونه در خانواده ها بگذاره، همطور که اشاره کردین اگه مسئول سرنوشت خودمون رو قرار بدیم و قبول کنیم و اونچه که ایشون میگن بپذیریم و شروع کنیم به انجام دادنش و قبول کردنش. خیلی. موردی رو که حتما از شما تقاضا خواهم کرد که حتما در برنامه بگین که آیا سکوت افراد که خیلی به ها فکر میکنن آیا ساکت بمونن نشانه تحمله همیشه سکوت نشانه قدرت تحمل نیست. من بسیاری از اوقات دیدم مراجعه اینه که خیلی سکوت میکنن، اینا یه رفتار انفعالی به جای انعطاف پذیر، این دوتا کاملا دوتا واژه متفاوت هست. انفعالی هست، اینها دائم ناراحتی و فشار رو توی خودشون میریزن و در دراز مدت یا تبدیل به یک انسان پرخاشگر و خشمگین که دیگه با هیچ چیزی نمیشه کنترلشون کرد میشن، خشمای انفجاری خواهند داشت، یا دچار انواع و اقسام بیماری های جسمی که ما بهش میگیم بیماری های روانتنی میشن و یا دچار افسردگی میشن. انسان های تاباور انسان هایی هستن که در برخورد با مسائل و ناراحتی ها احساسشون رو ابراز میکنن، منتها احساسشون رو به صورت پرخاشگرانه نه، به صورت در واقع ما میگیم با ابراز وجود، یعنی مطرح میکنن که من این احساس رو دارم، این موقعیت یا این مسئله باعث این احساس در من شد و من انتظار دارم از تو که این رفتار رو با من داشته باشی. معمولا هم دیگران رو هی مخاطب قرار نمیدن، میگن این مسئله باعث این ناراحتی در من شد، احساسشون رو بیان میکنن نسبت به اون مسئله. حرف میزنن. دقیقاً، اگر که ما یاد بگیریم که حرف بزنیم، اینقدر در درون خودمون احساسات ناراحت کننده رو انباشته نمیکنیم که یه جایی یا منفجر بشیم یا آسیب ببینیم یا اینکه دچار بیماری های روانتنی و یا عاطفی بشیم. بنابراین سکوت همیشه نشانه رضایت نیست. خیلی وقتا دوستان این واقعا من برای مهم بود این باریک بینی شما رو، چون بارها با هم صحبت کردیم میدونم چقدر نکات ظریف و این فاصله این موی ظریف باریکی که وجود داره، این خطی که وجود داره در نظر بگیره. خیلی وقتا ما در جامعه خودمون میگیم عجب تحملی داره، ساکت آروم تحمل میکنه، ولی خب این تحمل، ولی شما در دراز مدت ببینین این من بسیاری از مراجعینه که دارم میبینم که کسایی که خیلی در زندگیشون تحمل کردن بسیار شکننده هست. بسیار. یعنی دیگه به یه نقطه میرسن که دیگه حتی تحمل یک قطره و یک کوچکترین اشاره را ندارن. بله، و اتفاقا ما مطرح میکنیم که من همیشه یه مثال رو میزنم، میگم یه قطره آب و شکر وقتی میریزه توی یه جایی به راحتی پاک میشه و اصلا هم دیده نمیشه، ولی اگه این آب و شکر بمونه مرتب روش گرد و خاک میشه و بعدن یه لکه سیاهی میشه که حتی پاک کردنش هم مشکله. بنابراین اگر ناراحتی دارین، اگر از چیزی عصبانی هستین، در موردش حرف بزنین، بذارین اون قطره آب پاک بشه، نگذارین که تبدیل به یک لکه سیاهی بشه که بعد پاک کردنش برای شما دشوار باشه. اینه که میره دیگه تموم میشه. بله، از بعد یه چیز جالب بگم خانم احمدی، شما اینو اشاره کردین، بیشتر مراجعینی که میان برای مشاوره مهمترین مسئله‌ای که مطرح میکنن اینه که ما با هم حرف نمیزنیم، اصلا گفتگو از خانواده ها محو شده. پدر سرش توی اینترنت، مادر توی گوشی، بچه هم تو اتاقشون، یکی تلویزیون یا یکی آیپد، هر کی تو دنیای خودشه و این بزرگترین صدمه رو به اون روابط خانوادگی میزنه، سطح تاباوری، سطح تحمل خانواده رو میاره با این. یک خانواده سالم رو میتونه به شدت آسیب برسونه. دیوایس فری، من میگم روزهای دیوایس فری بذاریم، یعنی خانواده بدون تکنولوژی چند. امیدواریم که واقعا تأثیر برنامه‌های شما هر روز و هر روز تکرار اینها بتونه برگردونه. البته باز من یه نکته رو بگم، من مشکلی با تکنولوژی ندارم، ولی این اصلا استفاده درستش، اصلا استفاده درستش و اینکه تمام وقت ما صرفش نشه، همه چی به جای خودش. خب اجازه بدید، متأسفانه وقت برنامه تمام شد، ولی با خانم دکتر علیبراد کماکان میتونین همراه باشین اگر موردی هست که میخواین با ایشون صحبت کنین، توصیه‌هاشون رو بشنوین یا مشاوره داشته باشین. اطلاعاتشون در زیرنویس برنامه مشاهده میشه. شماره مستقیمشون هم 416 730 0201 هست.
یا از طریق ایمیل از هر کجای دنیا میتونین باشون در تماس باشین. با سپاس فراوان تا برنامه بعدی خانم دکتر. خیلی متشکرم. ممنون. همه رو به خدا میسپارم تا برنامه بعد. لحظه های ناب زندگی. زندگی فقط زنده بودن نیست، تغییر مدام. چی؟ زندگی؟ چی؟ زندگی؟ آره زندگی. چی؟ زندگی؟ آره همون دیگه، تغییر مدام. لحظه لحظه. خب یه لحظه میتونه یه دنیا یه زندگی باشه. ناب خاص. ناب؟ ناب دیگه. او ناب آن لحظه های ناب، اون لحظه قشنگه که همه چیز زیر و رو میکنه. باید ببینیش. باید دست دراز کنی بچینی. بوش کنی. مثل یه گل. بچشیش. مثل عسل. قطره قطره غلیظ و لذیذ بچکه روی زبان. لحظه ناب لحظه یه که با یه آدم دیگه یگانه میشی. خاص میشید برای هم. لحظه های ناب مهارت های ساده و کوچیکیه که به ما یاد میده چطور دوست داشته باشیم. چطور دوست داشته باشیم؟ دوستی هامونو عمیق کنیم. دوستی هامونو عمیق کنیم. اعتماد کنیم به هم. اول بشه برام. اول بشیم براش. همین دیگه. ببینید ما رو. ببینید ما رو. خودتونیم. خودتونیم. آشناییم. هر کس میتونه یه قسمت از خودش رو تو ما پیدا کنه. ببینید ما رو. ببینید ما رو. ببینید ما رو. ما لحظه های ناب زندگی شما هستیم. ما لحظه های ناب زندگی شما هستیم. همین دیگه. ببینید ما رو.